بعد آقا چطوری؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و تا اینجای روز اونجوری که دوست داشتید براتون گذشته باشه و از این به بعدش هم عالی باشه براتون. چقدر سینماتیکی شد. خب آقا کار دستم داشت خوابم میبرد، گفتم آقا بیام پلی بدم که حال هوام عوض شد، دوباره برگردم سراغ کارم. بهترین چیزی هم که به ذهنم رسید سلطان پرنس ایرانی، پرنس بازی پرنس آف پرشیا، بازی جدیدش اومده به دستم رسیده، خیلی خفنه، خیلی خفنه، بریم با هم دیگه داشته باشیم. البته دموشو بدن. آقا توجه عزیز دل، آقا من جایی میرم، نه قراره به قول گفتنی بعدا وقت نکنی ویدیو رو ببینی. اگر گل پسر اگه درستو نخوندی، درس داری و مشق کن داستانا، خب برو به کارات برس. خواهر گلم تو هم همینطور، اگه درس چیزی داری برو به کارات برس، من موقعم در اومد. جایی نمیرم، بعدا میتونی ویدیو رو ببینی. مراقب خودتون باشید، تو ادامه ویدیو میبینمتون. خب بریم که داشته باشیم، لتس گو. جانم چه موسیقی داره، چه موسیقی داره، بابا چه کردن صدای بازی. خب قطعا صدای بازی، اصلا شک نکن. چون اینجوری نوشته پرسن حتی کنیم فرانسوی، حتی کنیم پرسن، بابا انگلیسی نداشتی، وقت فارسی داری. خدا خب بهبه اه چرا میریزه بهبه؟ برو بریم. شروع بازی مسیر یابی. خب تازه وارد جنگجو قهرمان جاویدان چه قشنگ نوشته خدا، این صد دشواری شدید جایی برای اشتباه در نبرد باقی نمیگذاره. اوکی قهرمان یک تجربه مبارزه چالش برانگیز برای کسانی که بازی اکشن آشنا هستن. خب اوکی آسیب دشمن و انرژی و آسیب محیطی و نمیدونم سختی دفع حمله و فلان و فلان، این موضوع اینجوری جنگجو و تازه وارد. برای اینکه من زیاد نمیتونم الان وقت بذارم روی این موضوع، روی این بازی، من بعدا اگه رو درجه سختی دیگه بازی کردم حتما براتون ویدیوشو میگیرم. اما در حال حاضرم جنگجو به نظرم بهتره. این نسخه آزمایشی دارای مجموعه خدا اصلا نوعی چقدر لذت بخش باقلوا. این نسخه آزمایشی دارای مجموعه از مناطق موجهای آترا، قدرت‌های زمان و تلسپاس تا بتوانید ویژگی اصلی گیم پلی را بدون آشکار شدن خط داستانی خط اصلی داستان تجربه کنید. دمه شما گیرم. برای این نسخه آزمایشی برخی از دستگاه‌های خاص بسته شدن تا تجربه ساده تر ارائه شود. دنیای به هم پیوسته کوه قاف را در بازی کامل کشف و آغوش کنید. برو بریم. امیدوارم که دیدارم یه چی به چی و اینا دفع حملش و اینا. خب اوکی موج آترا اینجوری نمید چی جا خالی دادنم. خب با این حمله با سلاح دور برد و فلان برید تو بازی یاد بگیریم بهتر. مجنونم طبیعتا با این خود ببینم چه هر برو بریم. واو دژه باستانی، عجب دوبله ای داره، عجب دوبله ای داره. آناهیتا شاهزاده قسانو از این دروازه ها برد. کجا برد؟ نمیتونم تصور کنم چرا آناهیتا همچین کاری کرد. خیلی دوبلش خوبه. سارگان تو اونو از من بهتر میشناسی، نظر تو چیه؟ حالا کوکا نظری ندارم، حالا خوب ببینیم چی میگه. با عقل جور در نمیاد، اون همیشه وفادار بوده. خیلی صداشون باحاله. میخواد برای خودش قدرت به دست بیاره. آه اصلا منظورش خیلی باحاله. ممکنه سیمار ناپدید شده باشه، ولی این خدای توانا قبلا تو کوه قاف زندگی میکرد، شاید هنوزم همینطوره. همیشه سیمار بوده که پادشاه ها ملکه ی آینده رو تعیین میکرده. آناهیتا احتمالا میخواد موهبت سیمار را به دست بیاره.
ولی چرا باید شاهزاده قصه رو بدوسته؟ بهش نیاز داره. دروازه معبد سیمور فقط برای افراد خانواده سلطنتی باز میشه. آره، این تقلش از دست داده. اینطوری هیچ وقت محبت سیمور رو به دست نمیده. نمیتونی مطمئن باشیم. به هر حال ممکنه سیمور ضعیف شده. در هر صورت شاهزاده قسان در خطره. وقتی دیگه بهش نیازی نداشته باشه اونو میکنه. گارد جاویدان، به دنبال من. بیایید بردشیر کمک کنیم و شاهزاده قسانو. گارد جاویدان اینا. گارد جاویدان. وای. بردشیر شما هم است دستا. خب بریم. بازی کاملا سه بعدیه اون. چیز دو بعدی رو کاملا سه بعدی. نگران نباش. زیاد طول نمیکشه. آره دوربینش که اینجوریه. و کاریتر اصلی ما ظاهرن اسمش سارگونه. ای خدا اون ولی نمیتونه، ولی چقدر با حاله اون دوربینش هم که واو واو گن زدم، نباید این کار رو میکردیم. عالی شد. دشت داره بویدن مویدن تو کارش این آقای بری میتونه. چه خوب. اوه اینجوری هم چیزی رو میشینه. نه نمیدونم چی کار میکنه. بلنم که هیچی رو بگر بریم. اوی خداییش نگاه چی ساختن. دمشون گرم، واقعا دمشون گرم. واقعا یه خسته من باشیده ویژه به همه، چه دوستان همکارا خارجی چه رفقای ایرانی که بازی کار کنه. خیلی باحال، خداییش خیلی باحاله. خیلی حس بعدم درگیری بشم یه لحظه. کوها قبلا اینجا اومدی؟ نه فقط تو اومدی. نه اما دربارش موندم. این مکان زمانی محل کاخ داریوش بوده. ای خدا چی ساختن؟ دین، پزشکی، طالبینی، هندسه، جبر، همه ی دانش ها اینجا جمع آوری و در دسترس همگان قرار گرفته بود. کوه قاف محل استقرار دژ بزرگ حکمت بوده، افتخار تمام پارسیان. خب هیچ کس زنده نمون تا داستان را تعریف کنه و حالا هیچ کس نمیدونه چی در انتظاره بونه. من میدونم بازی خفن اصلا اشکال میدونم. خیلی خوبه، خیلی دوست دارم. خدا بسازید این بازی ها. خوب بسازید بازی ها ایرانی. بازی جدیدمونم که داره میاد معلومه سیران چه بیاد، ولی اونم کاملا اشکال میاد میبینی تا جایی که ما بتونیم به اون دسترسی بدن. در اینجا واقعا دسترسی ها بست است که بازی های 100% ایرانی نمیشه ساخت. هیچ ربطی هم به داخل نداره. این افسونگری چیه؟ واو من یه جنگجو هم نه یه پیشگو. میدونم کاکو های افسونگریه اوز میدونم اما فراموش میکنم. تو خواهی چیه؟ خوشگله منجمد در حین سقوطش. خدای جن سگته خیلی قشنگه. اینکه زمان متوقف شده. خودم هم متوقف شده. آره اسمش نیته. آی خیلی خوبه. آی اونو نگاه چقدر باحاله این بازی. شهر پایین دستی. خیلی خوشگله. خدایش خیلی خوشگله. با این نگاه اون دورو نمیشه. سبودیش خیلی خفن. سبودی این بازی خیلی خفن داره. ولی همین هم عالیه. همین هم خیلی خفن داره. سبودی منظرم این اصلی. سینماتیکره. هوشیار باشین. شاهزاده قسان خیلی دور نشده. یه چیزی اینجا درست نیست. ما باید با احتیاط پیش بریم. البته من اولیاس میتونی مثل جونوری موزی که ترسید از بین سایه ها حرکت کنی. جدی میگم آراد، اینجا یه حضور عجیبی هست. منم میتونم حسش کنم. تنها یه رواس فهمیدنش هست. پس بری. چرا باله باره پردازی های خفنی داره.
با اینکه کارتونی چی شد؟ باگه ظاهرن فکر کنم باگه با اینکه تم استالایز هم کارتونی مانند خودم رو داره ولی خیلی قشنگه، واقعا خوشم اومد، خیلی باحاله، خیلی خفنه. بهرام این آزاده، یکی از نیروهای اردشیر. بهرام یا بهرام؟ بهرام عجیبه. به نظر میاد خیلی وقته که مرده. چطور ممکنه؟ اونا فقط کمی از ما جلوتر بودن. بدبخ شدیم. اوچ ویفی بچه به این چیزها پارتیکل ها میگن ویفیکس. ویفیکس و ما اینجا مورد استقبال نیستیم. ویفیکس رو حواستون رو جمع کنید، ما شاهزاده با آناهیتا رو پیدا میکنیم. اوی چقدر خفنه. ما میریم به سمت شهر. ما با هم جایی نمیریم، تو فقط جلوی دست و پای منو میگیری، تو این قضیه تنهایی. دمال این حرفا نبود الکی شا خوشیونه تا ما رو پنج همه اینا همه نفوذی هم. صد اینا همه نفوذی هم. همه پری داریم بچه رو باشنگ خودم پیش تو بریم تو کارش. واو بعد جور به دلم درگیش. واو شبیه شار کم هست یکم من یادمون میندازم. ای غلط کردم بابا. بابا اینا اصلا شوخ. آها دکمه شو بلد دکمه رو بلد نیشی. بهترین دفاع هم چیز بهترین حمله فراره وقتی دکمه رو بلد نیست. آه اینه یا باره تو هتف و شمشیرم و این یه تیکه کل چقدر فقط موسیقی و موسیقی عشق و لذت ببر لذت ببر خدای شد جان جان قطعا به خاطر دمو بودنه بستن اوکیه. واو چقدر خوبه. دوست داشتم شد آه نمیشه اینجوری میشه. پاشو زدم بهش فرق میشد اینجوری با تیر بزنمش. اتفاقی ندش کردم. آها دیدم و بخور بیا بخورش بیا. درجه سختی بالا خیلی حال میده بازی. خب برو بریم. وای چقدر خوشگله بچه هایی بقیه تکسیوناتیز پلی ندید. من الان میتونم ساعت ها هم جو فقط نگاه کنم دیده چیجوری اینو زده چیکار کردم. هی به خاطر شما ردش میکنی بریم جلو بیم چه خبره. بالا هم که نمیشه رفت بگیرم احتمال زیاد بستنش. آه میشه رفت الان وقتش نبود. روی دیوار بپرم و دکمه اینو فشار بده. من این کاری کردم دیگه. آه عالی شد. خب برو بریم. مرسی. ای بابا یه من این تیکه من دست لیر پیسی هم دست برداشت. خب همین میشه دیگه. یه چه خبر خبریه؟
کلا من این تیره رو حروم میکنم. این دوشمه رو بلد نیستم چقدر بیمونم رو احسابی. ما دسته نیومده آمو دسته به ما کلن نیومده همین پلی خودمون رو بودیم اشخار بشه مگه این سیمرغ توانا کلید تمام حقایق در دست پرنده خرد سیمرغ اون نگهبان زمان و سرنوشت و همه چیز رو در تعادل نگه میداره قدرت بی نهایت در پرهای وجود داره و پرواز پاسداشت اوست چی؟ پرواز پاسداشت او بکنم اگر اشتباه خونده باشم پاسداشت او صلح و رفاه رو برای پارس به ارمغان میاره کسانی که خوششانس هستن وزیر سایه او قرار میگیرن تا ابد در برابر نیروهای شیطانی ازشون محافظت میشه و مصیبت به سر هر کسی که بخواد به اون آسیب بزنه نازل میشه باشد که شاعران از شکوه های او بخونن باشد که فلاسفه در مورد تعالیم او تعمق کنن اگر باز اشتباه نخونده باشن چه ایرانی هستیم باشد که جنگجویان خرد او را به دست بیارن خب آها خب بالا نمیدونم کنترل نمیدونم چی حالا بعدا استفاده میکنیم ازش برای نوشیدن معجون دکمه چه خفن چه خفن چیز بوده کنم آین چه قبله بستنش سپاس فراوان و فراتر از آن چه رفون بالا قطعا باید نشه رفون بالا به به بده جنگ های سلیبی میخورد با اقسام توانایی یا تیرم رو بخورد باش جوری سوری شجوریه سور میخورد سوری میخوردیم اوه چه خفن بسا به این بر وای سوری شد با شیفت سور میخوره خفن بر لذت بردم عشق کردم لذت بردم اینجوری مثل آدمی زاد باید بریم اینجوری رد نمیشه مجمونم بزنیم بر بدن رو برای حرکت در هوا دکمه حله حرکت در هوا باشه چه خفن بود حسن دیدم بابی میگه چی داریم مامیه بزن اینجوری برو تا خشتک پایین بپر اسو بزن بپریم اسو بزنیم آه اینجوری بابا خدا خیلی خوبه چه چه خبره باز خلیه این مسخره بازی ها چی همه جا رو بس بری اسپیشال تانکس
اسپیشال تانکس اینکریدیبل. تو چی میگی؟ خودی تو بلند موضوع سیمرغ، حفاظت سیمرغ، سیمرغ عدالت و میزان، سیمرغ عدالت و میزان همه چیزه. از دشت های فارس تا دره نیل، سایه محافظ پرواز با شکوه اون، گرمای میترا رو تسکین میده، خوشه های گندم جو، گیلوپوس، نمیدونم چی بود ولی خب ظاهرن چی خوبی بوده اون موقع استفاده میکردم، و گندم تک دانه بدون خوش شدن میرسن. برداشت ها رونق دارن و مردم را تغذیه میکنن. بچه در مورد دین زرتشت هم حرفا با حالی میتونم بزنم ویدیو هم، اگه دوست دارید برام تو کامنت ها بنویسید که در مورد اون همین سری چیزای جالب میتونم بگم و دوره هم لذت ببریم. تا موقعی که بالهای اون به آسمون پارس زینت میبخشه، سعادت و خوشبختی حکمران خواهد. بابا با. خب تموم شد، ببریم سخنان. حوز باشه، این چیه؟ تعامل کنم؟ ای خدا، آن تلسمه، امواج آترا، تلسم ها، تلسم رقص شمشیر، آب گریزان، طاووس سفید، طوفان چاکرام، چاکرازی، گرگینه. حله، من راضیم، اشغال اصلا عالی. گروچ تو اینجا چی کار میکنی؟ این مکان برای یه بچه خیلی خطرناکه. نگران من نباش، من دژو بهتر از هر کسی میشناسم. اینجوریش عجب غریبه، قدم به قدمشو بلدم، من تو جاهایی میرم که بقیه نمیتونن. حضور کی بودی خب؟ من با همه موجودات صحبت و بحث کردم. نه ابوالفضل، خب همه درختای اینجا رو میشناسم. عالی شد. مثل این یکی؟ همه این درختا خاصن، اسمشون واک واکه. واک واک. اونا خالص ترین آسرا رو دارن، پس زیر برگاشون بیست تا انرژی تو بازیابی کنی. درختای واک واک زیادی تو کوه قافر. توی که میگی همه چیزو میدونی به هم بگو ببینم. ما دنبال سربازای مثل خودمون هستیم. شاهزاده ما توسط آنا یه سردار دزدیده شده. همچین کسی رو دیدی؟ یه شاهزاده؟ خیلی وقته که شاهزاده ای اینجا نبوده. من فقط تو رو دیدم. خب اگه دوستتو توی کوه قاف گم کردی، پس نیاز به یه چشمه سرگردان. اون دیگه چیه؟ یه چیز خیلی نادر و قدیمی. این چشم شیشه یه جادویی به حامل قابلیت پیدا کردن مسیرها توی کوه قاف. اوکی، زود باش امتحانش. نقشه بهمون داد. بیا بذار یه کلک باحال برای به خاطر سپردن مکانا تو کوه قاف بهت نشون بدم. یه مینی مپ هم بهم داد فکر کنم. بریم جدا میشیم. ای وجود اومده یه خاطر دکمه بید. آها 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 ممنونم خانم کوچولو. من اسمتون نمیدونم. اسم من فریباز. چبال؟ منم سارگونم، سرباز گارد جاوید. سرباز کماندار به به، سرباز گارد جاویدان. آه چه تأثیر گذار. من خواب بریم. خب سارگون، مطمئنم تو کوه قاف هم دیگر رو میبینیم. وقتی بتونم یافته هامو باهات در میون میذارم، ولی برای این کار به کریستالای زمان نیاز دارم. کریستالای زمان؟ به کوه قاف خب اونو میخوام، اونو میخوام. لج نکن برو بالا. این چی میتونه باشه؟ نمیره.
عالی شد. این دیگه جدید بود. همونه خفنگ ایم اوبر میشه. سارگون را میزنی؟ باید بیای سارگون را بنوشی. باید میکنم دوشونه اون بالا بایستاده. یعنی واسه من؟ شک ندارم یه چیزی اینجا هست، یه چیزی اینجا گیر کرده، صداهایی یه چیزایی میاد اینجا. آره خبرهاییه اینجا هم که بستی دیگه دوزش. اوپ آماده میشیم برای یک درگیری سارگونی. اوپ چه زیبا بود، خوشگل و به به چقدر قشنگه. نگاهی چقدر خفم بود، یه تیکش خیلی خفم بود، یه تیکش خیلی خفم بود. دوباره از اینا من را میزنی شمشیرم را باید بخوری. برگشتیم که یا عزیزم بیا. چقدر بدفرمه بیچاره. دم همه گیگم که تا اینجای ویدیو با من بودید و با هم دیگه این بازی رو پلی دادیم. خیلی لذت بردم، واقعا بازی قشنگی، خیلی خفن بود. متاسفانه وسط بازی نمیدونم چرا دوربین قطع شده بود و ادامهش رو ضبط نشده بود. ولی اگه خوشتون اومد این پارت یکیش، اگه دوست داشتید به احتمال فقط این نیم ساعت یا 20 دقیقه دیگه از این دموی خفن بازی پرنس آف پرشیا مونده. مراقب خودتون باشید و یه واقعا دوباره جا داره تشکر کنیم از همکارای به قول گفتنی داخلی که داریم، ایرانی ها، تا عزیزان خارجی که روی این پروژه کار کردن و یه همچین اثر خفنی درست کردن. واقعا دمتون گرم، لذت بردیم و امیدوارم روزی برسه که پروژه های بین المللی بیشتری از شرکت های ایرانی ببینیم و بازی های ایرانی خفنتری تو سطح بین المللی و حتی داخل داشته باشیم و ببینیم و لذت ببریم و صنعت بزرگتر بشه. صنعت خوبیه واقعا، بچه ها خیلی دارن زحمت میکشن، بچه های خوب با استعداد و خفنی واقعا تو این صنعت چه داخل چه خارج داریم. دم همه گیگم، روز خوبی داشته باشید، میبینمتون تا یه ویدیو دیگه و یه لتس پلی یا هر چیز دیگه ای. بدرود.